یک سیاست با دو حرکت، اعمال فشار بر عربستان و زدن مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران. رئیس جمهوری جدید آمریکا چه اهدافی را در خاورمیانه دنبال می‌کند؟ یک مقاله نویس مجله نیوزویک می‌گوید که سیاست خارجی بایدن تکرار اشتباه اوباماست. از او می‌پرسیم که چه دلیلی دارد. از دو تحلیلگر می‌پرسیم که آیا بایدن هم چماق را به هویج ترجیح می‌دهد؟ در ادامه برنامه امشب. با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن. روایت نرگس محمدی از ضرب و شتم و آزار جنسی زندانیان زن در ایران. ماموران و بازجویان در برخوردهایشان حد و مرز قانونی و اخلاقی دارند؟ سایه سنگین فضای امنیتی بر سیستان و بلوچستان به دنبال شلیک مرگبار به سوخت بران. دادسرای نظامی استان برای حوادث سراوان تشکیل پرونده داد. و در گذشت قاطبه، نوذر آزادی، بازیگر و کارگردان سریال ایتالیا ایتالیا، چشم از جهان فرو بست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گام‌های عملی برداشته در خاورمیانه با دو ضربه تقریبا همزمان به دو قدرت منطقه‌ای. یکی دستور حمله به گروه‌های عراقی همسو با ایران در سوریه و دیگری انتشار گزارشی از نقش مستقیم ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی. در مورد ایران تا اینجا حرف از نرمش بود و بازگشت به مذاکره، ولی وقتی به منافع آمریکا در اربیل عراق حمله شد، کاخ سفید آن را از چشم ایران دید و آقای بایدن هشدار داد که این اقدامات بی جواب نخواهد ماند. در مورد عربستان هم وعده رئیس جمهوری آمریکا این بود که ابعادی از رسوایی قتل فجیع یک روزنامه‌نگار را علنی خواهد کرد. گزارشی که به صراحت انگشت اتهام را به طرف شخص ولیعهد جوان و بلند پرواز سعودی نشانه گرفت. آیا جو بایدن به این نتیجه رسیده که باید به جمهوری اسلامی چماق را هم نشان بدهد؟ آمریکا حلقه ای از نزدیکان محمد بن سلمان را تحریم کرده. آیا تحریم ها باعث خواهد شد که شاهزاده سعودی حساب کار خود را بکند؟ به این سوال ها میپردازیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. جمال خاشقجی 2 اکتبر 2018 هنگام ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای گرفتن مدارک لازم برای ازدواج. هنگامی که نامزد او در خارج از کنسولگری منتظر او بود، در داخل یک تیم 20 نفره سعودی مشغول تکه تکه کردن او بودند با اره الکتریکی. تیمی که با یک هواپیمای خصوصی با مجوز دیپلماتیک به استانبول آمده بود و دو نفر از آنها هم پاسپورت دیپلماتیک داشتند. در همین اتاقهایی که کنسول چند روز بعد به خبرنگار نشان می‌دهد و همه چیز را انکار می‌کند. حالا دولت تازه آمریکا گزارش نهایی ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را که تاکنون محرمانه بود منتشر کرده. در این گزارش گفته شده ولیعهد عربستان تایید کننده نهایی این عملیات بود برای دستگیری یا قتل این روزنامه نگار. این ارزیابی بر اساس شواهد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان در رأس سلسله مراتب تصمیم گیری در عربستان است و نزدیکترین دستیار او و نزدیکترین محافظان امنیتی او در این قتل نقش داشتند. آمریکا 76 نفر را به واسطه ارتباط آنها با این قتل از ویزای آمریکا محروم کرده است. جزئی از سیاست جدید در حمایت از روزنامه نگاران در هر جایی. ما سیاست جدیدی اعلام کرده ایم که به وزارت خارجه اجازه می دهد به کسانی که می دانیم یا احتمال می دهیم در فعالیت های برون مرزی علیه مخالفان یا علیه روزنامه نگاران فعالیت دارند ویزا ندهد یا ویزای آنها را لغو کند. کسانی که مخالفان، روزنامه نگاران یا خانواده های آنها را اذیت می کنند، آزار می دهند یا زیر نظر می گیرند. چون این کاری چه از طرف عربستان چه از طرف هر کسی غیر قابل قبول است. مستثنا کردن ولیعهد عربستان از مجازات مخالفت‌های زیادی را دامن زده.
و از جمله از طرف گزارشگر ویژه سازمان ملل که خودش ماجرا را از نزدیک تحقیق کرد و درباره آن گزارش مفصلی نوشت. 17 نفر به این خاطر تحریم شدند در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، کسانی که بعضی از آنها نقش‌های به بزرگی نقش محمد بن سلمان نداشتند. این نتیجه منطقی این گزارش است که امروز منتشر شده که محمد بن سلمان باید تحریم شود، حساب‌های او باید مسدود شود، دارایی‌های او باید ضبط شود و به نظر من او باید از بعضی گردهمایی‌های دیپلماتیک هم منع شود. من نمی‌دانم چگونه دولت آمریکا می‌تواند از قدم‌هایی که باید منطقا بردارد خودداری کند. دولت آمریکا به نظر می رسد که نمی خواهد محمد بن سلمان را که عملا اداره کشور را به عهده دارد و پادشاه آینده کشور خواهد بود تحریم کند. اگرچه حالا قرار است که روز دوشنبه تصمیم های بیشتری در این ارتباط اعلام کند و از جمله محدود کردن فروش تسلیحات در این ریل گذاری تازه در روابط آمریکا با عربستان، چیزی که میتواند سیاست های آمریکا را در منطقه دگرگون کند. کسرانه جی بی بی سی. تام اوکانر نویسنده مجله نیوزویک از نیویورک با ماست. آقای اوکانر اخیراً مقاله نوشتن به عنوان اینکه جو بایدن در عراق گرفتار اشتباهات سیاست خارجی باراک اوباما شده. آقای اوکانر، شما سیاست جو بایدن در امور ایران رو به صورت مشخص نمیپسندید، چرا؟ Well, I mean, I don't want to portray it in anything personal. I mean, من نمیخوام بگم بحث من یه بحث شخصی هستش. حرفی که من میزنم یک تحلیل هست. بقیده من دولت بایدن مشخصا احساس میکنه که نیاز داره یک رویکرد بسیار بدی و تازه‌ای رو در پیش بگیره، چه در ارتباط با ایران باشه، در ارتباط با عراق، چه در ارتباط با عربستان سعودی. دولت بایدن مثل خیلی دولت‌های دیگه میراثدار بسیاری از نارسایی‌های قرن 21 هست و در واقع در زیر سایه دولت‌های قبلی آمریکا داره عمل می‌کنه. میراثدار یک سیاست خارجی پرهرج و مرج هستش که در دولت گذشته براش باقی گذاشته شد و همینطور هم یک ذره تضادهای ایدئولوژیکی با دولت اوباما داره که خودش در اون زمان معاونش بود. از نظر شما چه کار باید می‌کرده آقای بایدن که نکرده؟ Well, I think that when it comes to either وقتی به بحث ایران میرسه، فکر میکنم لازم هست که تلاش‌های دیپلماتیک باید خیلی قوی باشه. میدونم که دولت بایدن داره سعی میکنه با خود مصارف داخلی خودش رو خیلی قوی نشون بده، ولی در عین حال به نظر من باید سیاست دولت بایدن بازتابی از وضعیت داخلی ایران هم باشه، در پیش بودن انتخابات، فشاری که دولت روحانی توسط تندروهای داخل ایران زیرش قرار داره که در ارتباط با برجام و همینطور با بحث شبه نظامیانی که در منطقه وجود داره، یا وضعیت که الان در عراق دیدیم که دولت بایدن دست به سری حملاتی در سوریه زد. من فکر میکنم که دولت بایدن داره مثل بعضی دولت‌های دیگه آمریکا این طرز فکر رو در پیش میگیره که آمریکا حق داره بدون اینکه تایید بین‌المللی رو داشته باشه یا بدون اینکه از حمایت قانون برخوردار باشه دست به این گونه اقدامات یک جانبه بزنه. بعضی‌ها که منتقد آقای بایدن هم هستند و بسیار بر جمهوری اسلامی سخت میگیرن، میگن که وقتی حرف از نرمش باشه، حرف از مذاکره باشه، جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه. Well, I mean, it's of course when it comes to the US Iran, there is بله، وقتی به بحث رابطه ایران و آمریکا میرسه، قطعاً یک سری بی‌اعتمادی بین دو طرف وجود داره. دولت بایدن بله به درستی به این مسئله اشاره کرده و این بی‌اعتمادی هم بالاخره دوام خواهد داشت. این به بحث هستی هم ربط نداره، به ده ها سال پیش برمیگرده، به همان داستان تاریخچه روابط ایران و آمریکا برمیگرده که حالا اینجا نمیخوام راجع به این صحبت بکنم، ولی اگه بخوایم راجع به چند سال گذشته صحبت بکنیم، واقعیت در ارتباط با برجام اگه بخوایم حرف بزنیم، حالا میتونیم راجع به بحث موشکی حرف بزنیم و بحث شبه نظامیان تحت حمایت ایران، اما اگه مشخصا راجع به برجام حرف بزنیم،
این توافقی بود که طرف‌های مختلف بهش پایبند بودن. آمریکا از این توافق خارج شد، برای همین یک بی‌اعتمادی به وجود اومد که هنوز هم دوام داره. چون آمریکا اولین کشوری بود که از این توافق خارج شد، طبعاً ایران هم این دیدگاه رو داره که این آمریکاست که اول باید به توافق برگرده. مسئله اینه که تا تقریبا اواخر دولت آقای ترامپ ایران به برجام پایبند بود، ولی به محض اینکه آقای بایدن اومد سر کار، فاصله خودش رو از برجام دورتر کرد. بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی میگن که ایران نمیتونه انتظار داشته باشه آمریکا به توافقی برگرده که خودش در حال دورتر شدن از این توافقه. بله درسته، این انتقاد به جایی هم هست، ولی در این حال ما معمولا در آمریکا اینجوری فکر میکنیم. البته این نقدی هستش که ما میتونیم به همه روزنامه‌نگاران آمریکایی بگیم که فقط به خودمون نگاه میکنیم، اما در ایران فراموش نبکنید کارهایی که ایران کرده، مثلا لغو پروتکل الحاقی یا مثلا بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم، خیلی از اینها ارتباط دارن به اون چه که داره در داخل آمریکا میگذره. همونطور که کاری که آمریکا میکنه ربط داره به اون چه که در ایران میگذره. برای همین که الان اون چه که الان بهترین راه برون رفت از این وضعیت هستش، بازگشت تدریجی دو طرف هستش، به شکلی که مثلا کشوری مثل اتحادیه اروپا، بعضی بازیگران مثل اتحادیه اروپا بتونن با روش‌های خلاقانه بتونن این کارو عملی بکنن، و دولت آمریکا هم میتونه الان کمک بکنه این کارو عملی کنه بدون اینکه دیده بشه که داره امتیاز میده، این فرمول بازگشت تدریجی دو طرف رو عملی بکنه و این حس رو هم به ایران بده که جدی هستش و قرار نیست که سوء استفاده بکنه از ایران. شما مسائل ایران و خاورمیانه رو دنبال میکنید، فکر میکنید که شانس برای ارائه یک راه حل خلاقانه بیشتر شده هست؟ هنوز ممکنه که دو طرف مشکلات رو از طریق مذاکره حل بکنن یا نه؟ بله قطعا من چنین فکری میکنم. من فکر میکنم قطعا این احتمال وجود داره. دولت بایدن الان یک سری دیپلمات های بسیار کارکشته و حرفه‌ای رو در اختیار داره، بحث ایدئولوژی به کنار، ولی مهارت های خودشون خیلی واضح هستش. حالا چیکار میکنن با این مهارت ها؟ این خودش میتونه جای سوال باشه. مثل دولت قبلی، این دولت بایدن با یک سری مسائل داخلی روبرو هستش که باید بهشون بپردازه. سوال اینجاست که آیا دولت بایدن میتونه این گونه چالش های سیاست خارجی رو در زمانی پاسخگو باشه، در این حال کشوری رو رهبری بکنه مثل آمریکا که الان دچار بحران عمیق اقتصادی هستش، مشکل کرونا رو داره که یکی از بدترین جای دنیا الان تو آمریکا این کرونا وجود داره، و خیلی مسائل دیگه که دولت بایدن بعد اول در داخل آمریکا به اونها برسه. دولت بایدن خودش گفته بله، توافق هسته‌ای موضوع مهمی هستش با همه مشکلاتی که آمریکا در داخل داره، ولی این پیام رو رسونده که اگر الان توافق هسته‌ای حل نشه، هم برای آمریکا هم برای ایران و هم برای منطقه بد خواهد بود. ممنونم از تام اوکانر، نویسنده مجله نیوزویک از نیویورک با ما. دو مهمان دیگر داریم، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ما، و همینطور مهدی جلالی تهرانی کارشناس امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از نیویورک. سوال اول رو از آقای جلالی تهرانی میپرسم. مهمان قبلی ما میگفت که گویا آقای بایدن سردرگمه، سیاستش چندان روشن نیست. شما چی فکر میکنید؟ بله، من هم با این مسئله موافق هستم، به جهت اینکه سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران منطقا نمیتونه فقط محدود به مسئله هسته‌ای باشه که برجام تا کنون بوده، و باید مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی رو در واقع در یک سیاست خارجی گنجاند و بهش پاسخ داد. از این جهت خب ما از ابتدا چیزی که شاهد بودیم این بود که آقای بلینکن وزیر خارجه ابتدا گفتش که چند ماه ایران بیشتر وقت نداره تا به توانایی تولید سلاح هسته‌ای برسه، بعد خودش حرف خودش رو تغییر داد، گفت چند هفته بیشتر وقت نداره، بعد همزمان برگشت گفتش که ما هیچ عجله‌ای نداریم برای مذاکره با
جمهوری اسلامی. خب مشخصا این یک تناقض رو نشون میده، به نوعی در واقع بر دوش تحریم های فشار حداکثری ترامپ سوار شدن، از اون مزیت میتونن استفاده بکنن، ولی اینکه چگونه بخوان ازش بهره برداری بکنن معلوم نیست. شما با سیاست فشار حداکثری موافق بودید، بنابراین اتفاقایی که میفته چندان به نظر شما اتفاق بدی نیست، درسته؟ ببینید نه، من در مورد سیاست فشار حداکثری موافقتم در واقع در زمینه خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است، و در این زمینه هم این سیاست به نسبت موفق بود، یعنی توانستش که مقداری از توان جمهوری اسلامی رو در بی‌ثباتی در منطقه، در شرارت‌هایی که در منطقه ایجاد می‌کرد، در پولی که به حزب الله می‌داد، اینها واضح بود که مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. اما در داخل ایران اینکه فشار به مردم بیاد که بلکه مردم اعتراض بکنن، تظاهراتی بکنن و مثلا تغییری در رژیم صورت بگیره، اگر چنین خیالی بوده غلط بوده، و خب طبیعتا هم که دیدیم در این مدت نتیجه نداد. صحیح. آقای نامور حقیقی، شما چی فکر میکنید؟ عملکرد بایدن به نظر میاد که هم برای کسانی که به گفتگو امید بسته بودن ناامید کننده است، هم کسانی که از همون ابتدا موافق نبودند چندان راضی کننده نیست، درسته؟ با سلام خدمت شما جناب آقای جلالی تهرانی و بینندگان محترم. ببینید، آقای بایدن میراثدار یک دولتی است که چشماشو میبست و حرکت میکرد، و یه آدمی مثل آقای پومپو که به گزارش نیویورک تایمز بدترین وزیر خارجه دوران آمریکا بوده، هیچ درکی از دیپلماسی و حل مسائل نداشتن. نمونش هم همین مسئله ایران بود که در حقیقت سیاستی رو که اعمال کردن بدون نتیجه، فقط فشار آورد به مردم، جریان‌های ضد دموکراتیک رو در ایران تقویت کرد و یک وضعیت بسیار ناگواری رو بر جای گذاشت، مثل مسائل داخلی آمریکا که الان آقای بایدن باید میراث اون سیاست‌های غلط رو جمع کنه. اون چیزی که آقای بایدن به هر حال داره انجام میده، تیمی که در اختیار داره به هر حال تیم کارشناسی است. این تیم با توجه به دولت آقای اوباما از مشورت بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه منطقه خاورمیانه استفاده میکنه، ولی به هر حال آمریکا نیازمند تنظیم یک وضعیت جدید در خاورمیانه است. هر سه بازیگری که وجود داره، یعنی ایران، اسرائیل و عربستان سعودی، چالش های جدی در یک حوزه هایی با آمریکا دارن، یک منافع مشترکی هم دارن. ترکیه هم در همین وضعیت یک نقار و شکافی با آمریکا داره که آقای بایدن با همه اینا باید رسیدگی کنه. مضافه بر اینکه مسئله اصلی آمریکا الان مهار چین هست. در چنین وضعیتی در مورد ایران سعی کرد آقای بایدن دو تا پیامو مشخص بده. اینکه ارتش آمریکا، چیزی که الان امروز دادن که در این حال هم بالانس باشه با عربستان، چون ایران فکر نکنه که میتونه با چه کسی بازی کنه. کاری که آقای بایدن میخواد بکنه، میگه ارتش آماده هر نوع مقابله نظامی است، در این حال برای اینکه بتونن دیپلمات‌ها کارشون رو انجام بدن. این نکته از پیام اصلیه. و دومی که هر نوع اقدامی رو پاسخ خواهد داد، برگشت به دیپلماسی معنی نیست که آمریکا پاسخ نمیده. در نتیجه من فکر میکنم اون پیامی که داده شده که آماده مذاکرات غیر رسمی هستن و قطر هم آمادگی کرده که میانجیگری کنه، بهترین راه حل برای ایران اینه که مستقیم با خود آمریکا مذاکره کنه، اروپایی‌ها رو دور بزنه، خودش بتونه توافق برسه، که البته به نظر میسه آقای خامنه‌ای موافقت نخواهد کرد، ولی مذاکرات غیر رسمی رو ایران به نظر میسه موافقت خواهد کرد. به نظر میرسه که باید برن به سمت حل جامع اختلافات که بخشش مسئله هسته‌ای است، بخشش به حل معضلات منطقه‌ایه که به نظر میسه در مورد یمن دارن به توافق نزدیک میشن، اما در عراق و سوریه مشکل دارن. به هر حال اگر ایران و آمریکا بخوان دیپلماسی رو فرصت بدن، زمانش فرا رسیده. خب ادامه تنش ها. آقای جلالی تهرانی، زمان گفتگوست. آقای نامور حقیقی میگن گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا. ببینید، در مورد تنظیم سیاست جدیدی در آمریکا هم آقای نامور حقیقی اشاره کردند، و این مسئله این هستش که این سیاست جدید چه چیزی باشه و گفتگو به چه نتیجه‌ای برسونه. آیا گفتگو میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟ ما در این که ببینیم مثلا سیاست حداکثری آقای ترامپ رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر نداد، مشخصه. بله، قاعدتا فشارها یا اون چیزی که به عنوان چماق شما در ابتدای برنامه اشاره کردید،
جواب نداده، یعنی جمهوری اسلامی پرخاشگری و بی‌ثباتی در منطقه رو افزایش داده. اما از اون طرف ذهنیت خوشبینانه آقای نامبر حقیقی یا کسانی که اینطور فکر میکنن که گفتگو با آمریکا به طور مشخص میتونه فضا رو باز بکنه و نیروهایی که شبه دموکرات هستن یا به قول ایشون یه مقدار گرایشات دموکراتیک دارن در ایران رو تقویت بکنه در مقابل تندروها، این هم معنا نداره. یعنی ما واقعا حداقل میتونیم بگیم سیاست‌های آقای ترامپ، هر کسی هر نقدی هم نسبت بهش داشته باشه، یک چیزی درش روشن بود و این یک مرحله جدید شد، یعنی بازگشت بهش ازش دیگه غیر ممکنه. و اون این هستش که اصلاح طلب و اصولگرا رو هر دو رو در یک جا نشوند و در واقع در سیاست خارجی هم برگشت گفتش که نه اینکه دیگه تمام ماجرا، ولی ماجرای شما یکیست و برخورد با شما هم یکیست، فرقی با هم ندارید. این برای دنیا هم الان شناخته شده است، یعنی برای اروپا هم شناخته شده است. به همین جهت اگر ایران به طور مشخص بیاد مستقیما با آمریکا گفتگو بکنه اینطور که آقای نامبر حقیقی میگن، چه سودی اینجا به نفع مردم ایران خواهد بود، چه فضایی رو باز میکنه. ضمن این که در نظر بگیرید، من یک نکته رو بهش اشاره بکنم، معمولا در تحلیل ها ما این رو نمیشنویم، معمولا میگیم که ایران وقتی بهش، جمهوری اسلامی وقتی بهش فشار میاد، میاد وارد مذاکره میشه و ما در مورد برجام 2015 چنین چیزی میگیم. اینطور نیست. جمهوری اسلامی در سال 2015 به گفته خودش 4 پایتخت خاورمیانه رو در زیر نگین خودش داشت، یعنی در اوج قدرت منطقه‌ای بود که وارد مذاکره شد، به خاطر اینکه حاضر بود هسته‌ای رو در ازای اون قدرت منطقه‌ای برای مدتی کنار بگذاره. ما الان چنین وضعیتی شاهد نیستیم. آقای ناور حقیقی، اولا من بحث داخلی نکردم، اصلاح طلب اصولگرا نکردم، ایشون تفسیر خودشون کردن. ببینید، ایران و آمریکا سطح منازعاتشون در حوزه‌های مختلف میتونه با یه جرقه تبدیل به یک وضعیت کنترل نشده صورت تبدیل بشه. در چنین وضعیتی هم آمریکا و هم ایران میدونن که باید وارد دیپلماسی بشن. مذاکراتی و گفتگوهایی در سطح کارشناسی هم شروع شده، یعنی اینجوری نیست که مذاکره نکردن، قطر اومده میانجی کرده. ولی تنها مشکلی که الان وجود داره این هست که کسانی که بروکر هستن، میانجیگری هستن برای مذاکرات، مثل مذاکراتی که در درون برجام صورت میگیره، نمیتونه منازعات ایران و آمریکا رو حل بکنه. آقای نامبر حقیقی، نکته آقای جلی تهرانی این بود که گیریم که مذاکراتی انجام بشه، بهم این مذاکرات فضا رو برای دولت مردان و هیئت حاکمه در ایران باز میکنه یا برای مردم؟ نه، ببینید شما اینجوری نباید نگاه کنید، تصویر بزرگ نگاه کنید. هر نوع تنش زدایی گسترده میان ایران و غرب و همچنین و همسایگان امکانات بیشتری رو از جنبه اقتصادی، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم میکنه. شما وقتی وارد توسعه اقتصادی بشید، خانه‌ها در روابط میان قدرت تأثیر میذاره. ببینید، قدرت ظروف مرتبط است. شما اگر یه بخشش رو الان از جنبه توسعه سیاسی، ایران یک نظام متسلب داره، امکانات توسعه سیاسی رو بسته ده. هر بخش دیگری رو که شما باز کنید تو اون بخش‌های دیگه تأثیر داره. بنابراین وقتی که موقعیت اقتصادی جامعه بهتر میشه، جامعه مدنی قدرتمندتر میشه، تقاضاهای سیاسی افزایش پیدا می‌کنه. در وضعیت بقا و وضعیتی که مردم فقط محتاج دولتن، در چنین وضعیتی همیشه نیروهای ضد دموکرات دست بالا رو دارن و هیچ چشم‌اندازی برای توسعه سیاسی وجود نداره. این تصویری که آقای جلی تهرانی و دوستانشون در قبل داشتن که میگن ما دنبال این نبودیم که از سیاست تحریم حمایت نمی‌کردیم در داخل که مدعیاتش هست، اون سیاست فکر میکنه هرچی بدتر بشه به یک موقعیتی میرسه که جامعه انقلاب میکنه، در حالی که وضعیت فشار در جامعه نه تنها به انقلاب منجر نمیشه، بلکه منجر میشه که طبقه متوسط از ایران فرار کنه، جامعه هم به گروه‌های اجتماعی فرودست هم سعی میکنن به روابطی تن بدن که آقای جلی تهرانی جواب بدن. آقای جلی تهرانی بفرمایید.
نه من قطعا با این مسئله مخالف هستم که فشار از بیرون بتونه مردم رو تحت شرایط قرار بده که بخوان انقلاب کنن. ما آمادگی انقلاب نداریم، ما نیروی اپوزیسیون نداریم، ما ایدئولوژی نداریم. ما این سه سالی که گذشت حداقل از زمان اعتراضات 96 به این سو به خاطر رسانه ها، به خاطر رسانه های فارسی زبان یک اپوزیسیونی در خارج از کشور شکل گرفت و خورانده شد به مردم. نه ما نداریم، ما هنوز آمادگی انقلاب رو پیدا نکردیم. من اینو در همه جا گفتم، بنابراین چون این ذهنیتی ندارم. اما در کنارش هم توضیح دادم، گفتم که تغییر جمهوری اسلامی توسط فشار نمیشه، قبول داریم، ولی اون گزینه دیگری که آقای نامور حقیقی هم میگن امکان پذیر نیست. ببینید شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع کنید، میگه راه خروج تشکیل، شما که همه چی میگی نمیشه. ببین اینا که شما میگید همه چی میگید نمیشه، منم میدونم اینا رو، اینا رو که من خودم بلدم برادر. شما من بگو آقا همه چی که بسته است راه خروج چیه؟ من خدمتتون عرض میکنم، ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که رسالت جمهوری اسلامی تشکیل امت واحد جهانی اسلامه. بخونید در قانون اساسی، حتی در مورد ارتش و سپاه میگه که در خدمت چنین هدفی باید باشند. خب چه نتیجه میخواید بگیرید آقای جلیلی تهرانی؟ ما با یک رژیم آخرالزمانی روبرو هستیم. تنها راه برخورد با این رژیم کانتینمنت یا مهار هستش. هر چقدر این رژیم رو در منطقه بشه مهار کرد و در داخل بشه مهار کرد به فعالیت های حقوق بشری. ببینید در همین مسئله بلوچستان ما در واشنگتن پست شاهد بودیم که از معترضین بلوچ به عنوان ماب که به معنی اشرار و اوباش هست اسم برده بودن. آقای نامور حقیقی، مهار جمهوری ببینید. اسلامی در داخل و در بیرون اصلا همچین چیزی وجود نداره. ببینید شما هر نوع سیاست کانتینمنت یا مهار همیشه از لحاظ اقتصادی، چون یکی از سیاست‌های مهار تحریمه و تحریم اقتصادی حتما تأثیر داخلی داره، نیروهای جامعه مدنی رو تضعیف میکنه. ببینید آقای جلیلی تهرانی هیچ تصوری نداره، همه چی میگه قفله. خب بله منم میدونم اینا که شما میگی، منم میدونم، منم گفتم تسلط سیاسی. شما وقتی جایی تسلط هست باید راه‌های دیگر امتحان کنید. تجربه نشون داده تنش‌زدایی سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های خارجی میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت جامعه. مضافم برای این که نباید فراموش کرد نسل اول رهبران ایران به هر حال به خاطر سنشون جاشون رو به دیگران خواهد داشت. تغییرات در بلوک قدرت داره اتفاق میفته، جامعه به لحاظ فکری پوست انداخته و میدیا و رسانه ها تغییر کرده. همه اینها میتونه با تنش‌زدایی سیاسی اقتصادی با غرب و همسایگان به ویژه عربستان زمینه‌های رو مهیا کنه که اصلاحات اندکی، نه اصلاحات اون تصور رویایی بذارید کنار. خیلی وقتمون کم موند درباره صحبت بکنیم. بخش عربستان سعودی خیلی کوتاه. آقای جلیلی تهرانی، همیشه گفته میشد که آمریکا بین ایران و عربستان سعودی فرق میگذاره، با عملکرد اخیر آقای بایدن این سیاست تغییر کرده؟ بله، آقای بایدن یه مقداری از آقای اوباما فاصله گرفته، چون در دوره آقای اوباما بود که متاسفانه کشورهای سنی باشون برخورد، یعنی یه مقداری خصمانه ای شد و اتفاقا اجازه داده شد به جاه طلبی های شیعه گری جمهوری اسلامی که در منطقه رشد پیدا بکنه. آن چیزی که الان در منطقه شاهد هستیم به خاطر سیاست های آقای اوباما بود و به خصوص در سوریه. آقای بایدن یه مقداری از اون متفاوت عمل کرده، خواسته در این حال اتفاقا همون از روش مهار شاهزاده سعودی رو یه مقداری مهارش بکنه با کاری که الان کرده. اثر خاصی هم نخواهد داشت، چون اینو در نظر بگیریم دوره ای شده که الان عربستان و اسرائیل و اینها به صورت مستقل در ائتلاف مستقل بازیگر جهانی شدن و در مورد پرونده هسته ایران هم حتما نقش خواهند داشت. آینه آور حقیقی شما چی فکر که میبینیم که از بازدارنگی استفاده میکنیم؟ دولت آقای بایدن از دخالت های عربستان در انتخابات داخلی آمریکا به شدت ناراحت بودن و بخشی از اون پاسخ‌ها به اون نتیجه اون رفتارها بوده. اتفاقا این فرصتی رو فراهم میکنه که ایران و عربستان به هم نزدیک بشن، اختلافاتشون حل کنن و حل اختلافات ایران و عربستان به ایران موقعیت بهتری میده که در مذاکراتش هم با غرب بتونه در چانه زنی موقعیت بهتری داشته باشه. مضافاً برای اینکه باید ایران توجه کنه که مسئله غنی سازی رو باید بازبینی قرار بده. بازبینی غنی سازی هم در مورد رابطه با عربستان هم در رابطه با غرب
میتونه موقعیت ایران رو افزایش بده. بسیار ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ما، و مهدی جلالی تهرانی از نیویورک. نرگس محمدی فعال حقوق بشر با انتشار یک ویدیو و یک بیانیه درباره بدرفتاری و آزار جنسی زندانیان زن از جمله خودش در بازداشتگاه‌های ایران هشدار داده. خانم محمدی که اوایل پاییز از زندان آزاد شد، گفته شکایت زنان زندانی در بازداشتگاه‌های امنیتی بی‌نتیجه مانده. نهادهای حقوق بشری گزارش‌های متعددی از بدرفتاری با زندانیان در ایران منتشر کردند، اما مقام‌های قضایی و امنیتی مسئولیت قبول نمی‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرنوش امیرشاهی. آقایون بدن من رو از پایین بدنم گرفتن و بی‌شرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی‌آوردن، روی پاهام نشستن و ماشین حرکت کرد. روایت نرگس محمدی از رفتار تعرض‌آمیز رئیس وقت زندان اوین و تعدادی از ماموران مرد این زندان در روز سوم دیماه 98، وقتی که او را با خشونت به زندان زنجان منتقل می کردند. بیش از 23 الی 24 مورد آثار کبودی از گردن، سینه تا رون پای من که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ثبت و ضبط شده. این ویدیو در واکنش به احضاریه است که قوه قضاییه با شکایت وزارت اطلاعات و غلامرضا رضایی رئیس وقت زندان اوین علیه او فرستاده. اما خانم محمدی میگوید جای شاکی و متهم عوض شده، با اینکه او ابتدا از بدرفتاری‌های زندانبان‌ها شکایت رسمی کرده بود، دادخواستش پذیرفته نشده. برای همین هم میگوید هیچ حکمی را نخواهد پذیرفت. من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمی کنم. خانم محمدی میگوید او تنها زندانی نیست که مورد تعرض قرار گرفته. بارها و بارها، چه تو سلولهای انفرادی، چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایتهایی از تعرضهای مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم. نمونهش نیلوفر بیانی، از فعالان محیط زیست که دوران محکومیتش را می‌گذراند. سال 97 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که همراه 7 مرد مسلح به ویلای خصوصی در لواسان منتقل شد و با وجود امتناع مجبور به نظاره رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی آنها در استخر خصوصی شد. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها گزارش‌هایی از بدرفتاری و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران منتشر کردند. با این حال، به گفته قربانیان، از جنسیت بیشتر به عنوان عامل تحقیر و شکنجه استفاده شده. با وجود اینکه از دهه 60 تا امروز این شیوه و این روند در زندان‌های ایران جاری بوده، اما داده‌های بسیار کمتری در موردش وجود داره و کمتر مستندنگاری شده. مورد دوم شکل بازرسی های بدنی هست که در بازداشتگاه های امنیتی رایجه، که قبلا هم در موردش حرف زده شده و اعتراضاتی شده به این شیوه ها، برهنه کردن کامل زندانیان، دستوراتی مثل بشین پاشو یا لمس کردن بدن زندانیان. با وجود اعتراض‌ها و افشای موارد متعدد خشونت و آزار زندانیان در ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی هر نوع بدرفتاری را رد می‌کنند و شکایت کسانی را که می‌گویند شکنجه شده‌اند نمی‌پذیرند. حالا نرگس محمدی می‌گوید زیر بار چنین رویه‌ای نخواهد رفت. اعتراض من تعرض مردان نظام جمهوری اسلامی ایران به زنان هست و من در قبال این پرونده سکوت و تبعیت نخواهم کرد. این بار این فعال حقوق بشر صدای اعتراضش را عمومی کرده، اما زندانیان گمنام زیادی هستند که در زندانهای ایران زیر فشار و بدرفتاری اند و صدایشان به جایی نمی رسد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. مهدی گلرو فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین از سندویکن سوئد با ما هستند. خانم گلرو، میخواستم در ابتدا از تجربه شخصی خود شما بپرسم، آیا
شاهد چنین صحنه هایی که خانم محمدی بیان کردن بودید؟ بله، من فکر میکنم که خب کمتر کسی هستش که پاشو به زندان‌های جمهوری اسلامی گذاشته باشه و چه در مورد خود چه در مورد هموندهاش این صحنه ها رو ندیده باشه. همونطور که تو گزارش اشاره شد، کسانی که گمنام هستن و رسانه ها کمتر به اونا توجه میکنن به مراتب بیشتر آسیب پذیر هستن و بیشتر مورد آزار قرار میگیرن. من خاطرم هستش که بعد از در واقع عاشورای 88، خب چند ماه قبلش من زندان بودم، تعدادی از زنان رو به بند متادون اوور که من اونجا می دیدمشون، حتی بینشون کسی بود که پاش شکسته بود و در واقع فقط رفته بود بهداری گچ گرفته بودن، پاش آورده بودن و توی بازجویی به خاطر کتکی که خورده بود این اتفاق واسش افتاده بود. یا همونجور که خانم محمدی هم اشاره کردن، کسانی رو می دیدیم که بدنشون کبود هست، صورتشون کبود هست. من یادم یک کسی اومده بود و تو همون هولوش دیماه 88 بود که صورتش زخمی بود، دهنش در واقع زخمی شده بود به خاطر کتکی که خورده بود. و متاسف فانه خب اونها کسانی نیستن که رسانه داشته باشن و خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیرن. اما به طور عرف و به طور رویه‌ای که در واقع در سیستم بازجویی وجود داره، معمولا همه تلاشش رو بازجو میکنه که اون متهم رو تا حد ممکن تحقیر بکنه و این یک ابزار میتونه باشه برای اینکه متهم به هر حال شکسته بشه توی مسیر بازجویی. و خب در مورد زنان این قضیه به مراتب بیشتره، ولی کمتر در موردش صحبت میشه به خاطر اینکه هم برای خودشون آزار دهنده است، هم برای عزیزانشون آزار دهنده است، هم چیزی نیستش که خیلی مورد در واقع علاقه عموم باشه که در موردش بشنون. و این شکستن این فضا و حرف زدن در مورد آزارهایی که توی زندان در مورد زنان اتفاق میفته، من فکر میکنم مسئله مهمیه که همه زنانی که زندان رو تجربه میکنن باید در موردش حرف بزنن. و خب خانم محمدی این مسیر رو در واقع فکر میکنم بتونن باز بکنن که بقیه هم حرف بزنن. خانم گلرو، ما الان از سوء رفتارهایی میشنویم که لمس زنان امری بسیار ساده است، تازه یکی از موارد پیش پا افتاده اونه. چطور توجیه میکنن؟ آیا کمبود پرسنل زن باعث چنین اتفاقایی میفته، نوعی بهانه در اختیار اونها قرار میده، یا اینکه تعمدی شکنجه گونه وجود داره؟ من فکر میکنم تعمد وجود داره، چون در بازداشتگاه دوالف سپاه من خاطرم هستش که زنها اونجا وایستاده بودن و مردها در واقع هول میدادن، یا اینکه مثلا خود منو صندلی اون کسی که صندلی منو هل داد که من بیفتم زمین بازجو بود، در صورتی که یه خانمم اونجا ایستاده بود. هم به هر حال به خاطر اون زور بیشتری هستش که فکر میکنن مرده به امکانش هستش که بیشتر بتونه تو رو آزار بده، و هم این که این تحقیره توش به مراتب بیشتر میشه که یک مرد داره این رفتار رو با تو میکنه و اون حس بدی که از این که تو بدن توسط یک مردی که حتی ممکنه اون رو نبینی، یعنی خیلی اوقات هستش که زندانی با چشم بنده و این اتفاق میفته، از پشت لمس میشه یا هولش میدن یا همین اتفاقی که صندلیشو بخوان هول بدن که بیفته، معمولا این به خاطر اینه که به هر حال برای تحقیر بیشتر زندانی صورت بگیره. و در زندانهای جمهوری اسلامی واقعا چیزی به عنوان محدودیت‌هایی که خارج از زندان برای زنها و تماس آقایون و خانم‌ها وجود داره هیچ وقت وجود نداشته، در بازجویی‌ها هیچ وقت وجود نداشته. و از دهه 60 و از روزهای اول بعد از انقلاب هر بار زنی بازداشت شده با بدترین رویه‌ها سعی کردن که اون رو تحقیر بکنن در بازجویی ها. پرسیدن این سوال خیلی آسون نیست، من پوزش میخوام که ازتون میپرسم، حتی آیا این اتفاقهایی که میفته که گهگداری البته خب به درگیری فیزیکی میکشه، آیا در اینها لذت جویی جنسی از طرف اون مردان هم دیده میشه؟ خب مثل بقیه آزارهای جنسی که اتفاق میفته حتی در جامعه، یعنی لازم نیست حتما در زندان باشه، یک جور بیماری در واقع روحی روانی میشه وجود داره در افراد آزارگر. و شاید حالا من نمیدونم، به هر حال شاید در موردش تحقیقهای صورت گرفته باشه یا بهتر صورت بگیره، واقعا کسانی که بازجو هستن در زندانهای جمهوری اسلامی قطعا من حداقل برخوردهایی که داشتم چه در اطلاعات سپاه چه در وزارت اطلاعات 209 یا 2 الف هیچ وقت فکر نکردم اونها آدمهایی بر اساس استانداردهای سلامت روح و روان هستن. حرفهایی که میزنن، تلاشی که میکنن برای اینکه وارد حوزه خصوصی تو بشن، سوالهایی که در مورد روابط شخصی میکنن، نوعی که اسم زندانی رو به زبون میارن، اینها همه نشون میده که در واقع یک مشکلات روحی روانی بین اونا وجود داره که شاید اساساً به خاطر همین بازجو میشن و تو این موقعیت قرار میگیرن.
ممنونم از مهدی گلرو، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین از سندویکن سوئد با ما. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند پرونده حوادث سراوان را به دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان فرستادند. دادستان نظامی این استان هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری سراوان را تعرضی مسلحانه خوانده و گفته که این کار را به گفته او اشرار مسلح و معاندان انجام دادند. این در حالی است که در تصاویر منتشر شده در دست معترضان اسلحه دیده نمی‌شود. هجوم به فرمانداری در پی تیراندازی مرگبار ماموران به گروهی از سوختبران در مرز سراوان با پاکستان رخ داد، واقعی که باعث شد اعتراض‌های گسترده‌ای در این استان به راه بیفتد و ناآرامی تا امروز کم و بیش ادامه داشته. باران عباسی گزارش می‌دهد. بخش کورین، شهرستان زاهدان، تجمعی دیگر در حمایت از مردم سراوان. انتشار تصاویر بیشتری از اعتراضات روزهای گذشته با وصل دوباره اینترنت در بعضی از مناطق سیستان و بلوچستان، از افروختن آتش تا نصب اعلامیه، از جمله اینجا دیشب بخشداری آشار در شهرستان مهرستان و اعتصاب ها و اعتراض های پراکنده از ایران شهر تا زاهدان، از قلعه بید و سرجنگل تا خاش و میرجاوه. تکرار! قوه قضاییه میگوید پرونده ی حوادث سراوان به دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان ارسال شده. اشاره به حمله معترضان به فرمانداری این شهرستان چند روز پیش. حادثه‌ای که به گفته مقام‌ها به مرگ یک مأمور انتظامی منجر شد. دادستان استان میگوید اشرار مسلح و معاندان پشت این حادثه بودند. بعضی مقام ها هم آن را حمله ای تروریستی خواندند. منابع محلی اما میگویند این مردم سلاحی در دست نداشتند و هجومشان به فرمانداری در اعتراض به کشته شدن همشهریانشان بوده. سوختبرانی که یک روز قبل به گلوله بسته شدند در مرز پاکستان به دست ماموران سپاه پاسداران. کسانی که حکومت قاچاقچی می‌خواند. اما امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید فروش سوخت به این شکل خواست خود مقام‌ها بوده. من یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سوخت خارج بشه. حتی با من هم پیغام دادن برای بعضی که اگر ما گفتم شما بالاخره تضمین بعضی را بعضی گفتم بکنید. تضمینی اما در کار نبود. منابع دولتی کشته شدن سه سوختبر را تایید کردند، اما گزارش‌های غیر رسمی حاکی از مرگ شمار بیشتری است، بین 10 تا 30 نفر. دست کم 2 نفر هم در اعتراض‌های بعد از آن کشته شدند. ساکنان استانی به شدت فقیر و فراموش شده، جایی که نه از آب کشاورزی خبری هست و نه از صنعت و کارخانه‌ای. مردمی که به گفته جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو فراکسیون اهل سنت مجلس چاره‌ای جز سوختبری ندارند. نمی‌توان توقع داشت مردم تحقیر شوند، به آنها شلیک شود و کسانی که تنها راه معیشتشان کار در مرز است را از نان خوردن بیاندازیم و آنها سکوت کنند. هر گونه تداوم خشونت فشار پاسخ عکس خواهد داد و در دراز مدت منطقه را ناامن‌تر، کینه‌ها را بیشتر و چالش‌های امنیتی را شدیدتر خواهد کرد. جاده تهران به سمت جنوب هست. کلی ماشین‌های ضد شورش و اینا هم اضافه کنم که حدود 100 کیلومتر عقب‌تر هم نزدیک به 3-4 تا تانک بود. داستان سراوان داستان تکراری اعتراض‌های پیش از آن. اعزام نیروهای امنیتی، سرکوب و بازداشت گسترده شهروندان و قطع اینترنت. فقر اما همچنان اینجاست و خشم روزافزون مردمی در جستجوی نان، قربانیان گلوله‌های ماموران. باران عباسی، بی بی سی. در ایران بعد از آنکه سازمان ثبت احوال برای 9 خدمه نفتکش سانچی گواهی فوت صادر کرد، حالا دادگاه آن را خلاف قانون دانسته و این گواهی‌ها را باطل کرده. قاضی گفته که هیچ دلیل یقین آوری در مورد مرگ آنان در دست نیست، آنها مفقود الاثر هستند. سانچی حدود 3 سال پیش با یک کشتی چینی در نزدیکی سواحل شانگهای برخورد کرد و بعد از چندین روز سوختن غرق شد. از 32 خدمه این کشتی 30 نفر ایرانی بودند. تا به حال اجساد 3 نفر پیدا شده.
علی هریسچی، وکیل شماری از خانواده های خدمه نفتکش سانچی از واشنگتن با ما هستن. آقای هریسچی، شما وکیل تعدادی از بستگان خدمه کشتی سانچی هستید که معتقدید نباید مرگ اونها قطعی اعلام میشد. از تصمیم امروز دادگاه راضی هستید؟ بسن خدمت شما. این دقیقا ما این 9 نفری که حکم گرفتن به علاوه آقای عربی موکلین من هستن، از اینها خانواده هایی هستن که از روز اول با روند بررسی این پرونده در ایران مخالف بودن و با اون داستانی که ایران از مرگ اینها سر داده بود مخالفت داشتن. اونطور هم که شما گفتیم، مسئله اینجا بوده که در اولین کار به تقاضای وزارت کار بریه به وزارت آقای ربیعی، در لحظاتی بعد از غرق شدن کشتی، اینها این حکم رو، در واقع گواهی های فوت رو صادر میکنن برخلاف قانون، به خاطر اینکه طبق همین حکم هم به این مسئله اشاره شده که اینها بدون اجازه اولیای دم نباید این کار رو میکردن. دوم هم این که در این 3 سال اینها رو با این حکم تحت فشار گذاشتن که اینها هم مثل اون 20 خانواده دیگر این مرگ رو قبول بکنن و پرونده خاتمه پیدا کنه، که این کار نشد. و خوشبختانه این حکم هم به درستی اشاره میکنه که یک، روند رسیدگی به این پرونده غلط بوده، جدا از اتفاق اصلا وزارت کار نباید این کار رو میکرد بدون اجازه. دوم اینم که اصلا ادله‌ای که برای فوت بوده به هیچ وجه به قطعیت نمیرسونه این مسئله رو، که بسیار اتفاق خوبی هست. در واقع وکلای ایرانی این پرونده، آقای زاکری، آقای شیرانی و آقای عبداللهی، 3 سال تلاش کردن تا به اینجا برسن و بسیار مفید هستن. شما میگید شواهدی هست که نشون میده دست کم تعدادی از اونها زنده هستند. بله. چه شواهدی؟ مهمترین، خب دو بحث داریم. یکی این هستش که آیا اینها تونستن از کشتی خارج بشن یا نه. ما شواهدی داریم، شواهدی که ما الان پخش کردیم، که نشون دهنده استفاده شدن قایق نجات راست نفتکش سانچی هست. اگه شما حالا اون عدله رو ببینین، مشخص از کامل که قایق سمت راست خارج شده و این مسئله پس همین هستش که تمام عکس‌های رسمی از سمت چپ هست، نه از سمت راست کشتی. ما شواهدی داریم که هنوز من اجازه پخشش رو از طرف دادگاه فدرال ندارم، ولی اون شواهد هم این مسئله رو بیشتر ثابت میکنه. صحیح. بعد هم مسئله مهمی که وجود داره که در این دادگاه هم بهش اشاره شده، در دادگاه ایران رو سریع بگم، این هستش که به فرض گروهی از خانواده ها تلفن همراه خدمه کشتی در ماهای بعد از تصادف همچنان دچار رومینگ بین الملل بوده، به این مفهوم که سیم کارت فعال بوده در یک کشور خارج از ایران. بله. و اینا هزینه هاش رو ماها پرداخت میکردن. بعد این به هر حال توجیه داده بشه. شما در پرونده‌ای که خودتون در خارج از ایران دنبال میکنید، اتهام‌های سنگینی رو علیه چند نفر از مامورا، از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی هم طرح کردید. چه نفعی اونها میبرند از این که پرونده به این شکل حرکت بکنه، به جریان بیفته؟ ببینید، تا موقعی که ما نفع به این مفهومی است که به هر حال اینها روند نظام رو، حالا ما نمیدونیم در واقع منافع این نظام در این مسئله چی هست رو من نمیدونم، ولی مسئله اینجاست که اینها با یک تبانی رفتاری رو دارن انجام میدن که بر تضاد حقوق اولیه این انسان ها بوده، که در 3 سال گذشته اگر زنده باشن در جایی در این دنیا در حبس هستن که به هیچ وجه مستحق این اتفاق نبودن. کسانی که آقای ربیعی به فرض، کسی که در لحظه اول غرق شدن کشتی اشاره میکنه که اینها شهیدهای اقتصاد مقاومتی هستن و بلافاصله اعلام میکنه که اینها فوت کردن، ای کاش ماها هزینه جستجو اطراف کشتی رو برای قایق‌های نجات پرداخت میکرد تا اینکه اینها رو شهید اعلام بکنه و پرونده رو بخواد با زور و فشار بر خانواده ها ببنده و بخواد که زودتر این مسئله جمع جور بشه. پس همین، از نظر اینکه در واقع چه نیروی و چه منفعتی اینها رو حرکت میده، این مسئله است که باید در ماهای دیگه انشاءالله با این نتیجه برسیم که اصلا چرا این اتفاق داره میفته و منفعت همونطور که شما گفتین در واقع چه چیزی است، راز این مسئله کجاست. رازش هم مسئله مسلما سیاسی است، ولی خب جزئیاتش فعلا قابل نشر نیست. بسیار ممنونم از شما، علی هریسچی، وکیل.
نوذر آزادی، کارگردان و هنرپیشه با سابقه ایرانی در سن 82 سالگی درگذشت. آقای آزادی متولد کرمانشاه و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک تهران بود. از میان کارهای پرطرفدار او میتوان فیلم کمدی صمد به مدرسه میرود و سریال ایتالیا ایتالیا رو نام برد. شاونی دوسم قصریه خاطر های بیم ولا تصیرم نیه اگر من مردم دیلم منت بود نادیدم آلمان ولا کوره دلت بود جلف سوزمانی جلف سوزمانی ناقص قرش مال ولا غیرم نظام. محمود دولت آبادی نویسنده و دوست آقای آزادی از تهران روی خط تلفن با ما هستن. آقای دولت آبادی، دوستی و رابطه نزدیکی داشتید با آقای نوذر آزادی، کمی بیشتر از ایشون بگید برامون. پیاد تسلیت میگم به بازماندگان نوذر مهربان و خویشاوندان، بستگان و دوستانش. نوذر از کرمانشاه که اومد تهران، من با او آشنا شدم و من در تئاتر بودم. بعد از اون گروه هایی که در تئاتر ما کار می‌کردیم جدا بود. من در گروه هنر ملی به مسئولیت آقای عباس جوانمرد کار می‌کردم، ایشون در گروه پرویز صیاد و کارهایی که الان شما قسمتی از اون پخش کردید که کارهای کمدی بود انجام میداد. خب در اون مدت من نوذر رو کم دیدم به جهت اینکه اختلاف نظر در نوع کاری که هر کدوم ما انجام میدادیم وجود داشت. ولی آقای پیتربورگ که اومد تهران، حدود 9 نفر یا 11 نفر رو انتخاب کرد برای تئاتر که میخواست در شیراز. 2 نفر از اون دوستان هنرمند تئاتر هم، یکی نوذر بود، یکی هم من بودم. در اونجا مدتی با هم تمرین کردیم که نوذر رفت به تئاتر که در شیراز اجرا میشد در طرف جمشید و من از آقای پیتربورگ عذرخواهی کردم و نرفتم. اما دور و نزدیک ما با هم آشنایی و دوستی داشتیم تا بعد از انقلاب که ایشون مهاجرت کرد به کشور آلمان و در اونجا بود و دیگه از اون پس هر وقت که آمد تهران و هر وقت که من رفتم آلمان او رو می‌دیدم. در حقیقت نوذر آزادی یک آرتیست بود، نه فقط در زمینه تئاتر، بلکه نمایشنامه هم مینوشت و نقاشی هم میکرد که دربارش میتونم بعدا صحبت بکنم. ولی خصوصیت ممتاز نوذر آزادی این بود که با خودش شادمانی میآورد. درست. یعنی اگر که آقای دولت آبادی، بله، فرمودید که ایشون نقاشی هم میکرد. بعد از انقلاب کارهای هنری در زمینه بازیگری و فیلم کمتر از ایشون دیدیم، چه بسا که اصلا ندیدیم. ولی اشاره کردید که خب نویسنده بود و کارهای هنری دیگه میکرد، خصوصا در آلمان. از اونا بگید لطفا. از دارم به حضرت همطوری که گفتم، آقای آزادی واقعا یه آرتیست بود. در تمام مدتی که یه سمت سینما و تئاتر نرفت و یکی دو بارم از به واسطه من خواستن که او در فیلمی بازی کنه و قبول نکرد، در کار خودش با خودش نقاشی میکرد و جالب اینه که او 3 رنگ همیشه داشت که با اون 3 رنگ کار میکرد. نقاشی هایی که میکرد ممتاز بود واقعا، یعنی با اون 3 رنگ همه کاری میکرد. با اون 3 رنگ نامه رو نقاشی میکرد، با اون 3 رنگ چوبه دار رو نقاشی میکرد، با اون 3 رنگ چراغ خیابان رو و
آدمایی که در کنار خیابان نشسته بودن مستحصل و نقاشی میکرد و دست بسیار نرمی داشت، در عقب هنر فهم بود و در انتخابی هم که میکرد برای خرید تابلو برای خودش، کارهای من توی خونش میدیدم که متفاوت و ممتاز بود. یعنی نوذر بعد از انقلاب نمیتوانست چنون کارهایی بکنه و بهتر که چنون کارهایی هم نکرد، ولی ظرفیت‌های بالایی داشت در تئاتر و در سینما که متأسفانه خوب نشد و رفت اونجا. خوشبختانه که دو ماه پیش که من آلمان بودم و همونجا با شبکه شما گفتگو داشتم، یعنی پاریس بودم بعد رفتم آلمان و برای دیدن نوذر رفتم برمن. بله. دو سه روز مهمان او بودم، با وجود اینکه بسیار خسته بود ولی سرپا بلند شد و رفتیم. یک شب هم منو مهمان کرد، رفتیم بیرون با هم دو سه روز بودم و خیلی خوب شد که اون دو سه روز اونجا بودم، چون همونجا هم خوب نبود. تا اینکه اواخر به من گفت داره میره بیمارستان. در بیمارستان یکی دو تا پیام دادم بهش، یک هفته بعد به من زنگ زد گفت محمود من دارم از این بیمارستان میرم بیمارستان دیگه که عکس بگیرم بزن. گفتم حالت چطوره؟ گفت حقیقتا خوب نیستم، دارن با کورتون این چیزا نگرم میدارم. بیمار بودن ایشون یا دلیلش کهولت سن بود آقای دولت آبادی؟ بیماری ریوی داشت نوذر، بیماری ریوی داشت و همون وقتی هم که دو سه روز هم که ما با هم بودیم از اون پله های منزل که میخواست بره بالا وسط را وای میساز و گفت همون دیگه نمیکشم از این پله ها برم بالا، که من گفتم تو باید یه اتاقی این پایین ها گیر بیاری. بله او بیماری ریوی داشت و مدام هم واقعا در بیمارستان های کشور آلمان از او پذیرایی میکردن. بله. یعنی گاهی در قسمت های بسیار ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید آقای دولت آبادی، خیلی بهتون تسلیت میگم. محمود دولت آبادی نویسنده و دوست آقای نوذر آزادی که از تهران با ما صحبت میکردم. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور برنامه های قبلی ما در وبسایت بی بی سی فارسی قابل تماشا است و همینطور بر روی کانال یوتیوب ما قرار میگیره. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو برای دیدن انتخاب میکنید.